به نام خدا. در خدمت دوستان عزیز سلسله بحث‌هایی رو آغاز می‌کنیم مشتمل بر اشاره‌ای اجمالی به تاریخ تحول یکی از برجسته‌ترین وجوه فرهنگی و علمی ایران و دنیای اسلام، مقصودم تاریخ تحولات پزشکی در این عرصه وسیع و پهنه زمانی گسترده است. پیش از ورود به بحث اصلی مایلم که یکی دو مقدمه رو به طور مجمل مورد اشاره قرار بدم. یکی اطلاق طب سنتی و کاربرد این اصطلاح امروز است که بر طب قدیم هم اطلاق شده و می شود، در حالی که تفاوت اساسی میان طب سنتی به اطلاق امروز و طب قدیم وجود داره. طب قدیم طبی علمی مبتنی بر تحقیقات و دستاوردهای بسیار مهم و بعضاً شگفت‌آوره، در حالی که آنچه که امروز به طب سنتی نام برداره در محدوده تجربه‌های شخصی حد اکثر بعضی از کنش‌ها و واکنش‌های داروها کارهایی مثل حجامت و مانند آنهاست. گرچه در دهه‌های اخیر در بعضی از سرزمین‌های اسلامی و از جمله ایران کوشش‌هایی برای نوعی احیاء پزشکی قدیمی شده است، ولی اطلاق طب سنتی بر اون پزشکی قدیمی در تداول امروز اطلاقی نادرسته. مطلب دوم آن است که بسیاری از نویسندگان یا محققانی که در مخصوصا در سرزمین‌های عربی در این زمینه‌ها فعالیت می‌کنند، آثاری رو که پدید آوردند یا حتی بعضی از متون طبی رو که چاپ کرده‌اند زیر عنوان کلی طب عربی از اونها یاد کردند. حتی بعضی از غیر مسلمانان اروپایی هم که در زمینه های طب ایرانی و عصر اسلامی، نه طب اسلامی، طب قلمرو اسلام کار کرده اند، از تعبیر و ترکیب طب عربی استفاده کرده اند. مبنای طب در قلمرو اسلام، مخصوصا در قلمرو شرقی اسلام، طب ایرانی و یونانی و تا اندازه‌ای هندی است که از طریق بیمارستان و مرکز علمی جندی شاپور به دستگاه خلافت راه پیدا کرد. بسیاری از آثار طبی، چنانکه خواهم گفت، از زبان سوریانی و پهلوی و بعضاً سانسکریت به زبان عربی ترجمه شد و سنت طبی عصر اسلامی رو شکل داد. طبیعی است که بسیاری از پزشکان بزرگ آثار خود را برای اینکه در سراسر جهان اسلام منتشر بشه و فایده عام داشته باشه به زبان عربی نوشتند. بزرگانی مانند ابن سینا، ابن ربن طبری، کسانی مانند رازی، علی ابن عیسای مجوسی و دیگران آثار مهم و گرانقدر خود رو در زمینه‌های مختلف علوم پزشکی به زبان عربی نوشتن. ولی این به این معنا نیست که بتونیم این جنبه مهم از فرهنگ و علم رو پزشکی عربی بنامیم. اگر اینطور باشه، تقریبا عموم آثاری که در اروپای قرون وسطا و اوائل عصر رنسانس پدید آمد رو باید دانش لاتینی بنامیم، چون دانشمندان مختلف در سراسر اروپا آثار خود رو به زبان لاتینی می نوشتند یا آثاری که از زبان عربی ترجمه می کردند به لاتینی ترجمه می کردند. بنابراین اطلاق طب عربی بر پزشکی عصر اسلامی اطلاقی نادرسته، چنانکه اطلاق فلسفه عربی هم تعبیر و ترکیب و اطلاقی نادرسته. موضوع
سوم یا مقدمه سوم اینکه رشته های پزشکی در عصر اسلامی، یعنی شاخه هایی که در زیر عنوان کلی طب مورد بررسی قرار می گرفت، نسبت به دوره خودش وسعت بسیار زیادی داشت و این وسعت هم به لحاظ تصنیف آثار، هم به لحاظ گستره درمان و دستاوردهایی که در زمینه‌های مختلف پزشکی، مثل عرض کنم که پزشکی عمومی، چشم پزشکی، دندان پزشکی، جراحی، داروسازی و غیره پدید آمد. به تصریح بسیاری از محققان تاریخ علم در اروپا، از بنیادهای اساسی شکلگیری طب جدیده. این دستاوردها بسیار مهمه. هنوز هم بعضی از تحقیقات مثلا مربوط به آبله و حسبه، بعضی از جراحی ها، مسئله کشف گردش خون کوچک توسط ابن نفیس و بسیاری از دستاوردهای دیگه هنوز هم اسباب شگفتی بعضی از محققان علوم پزشکی رو در جهان فراهم میکنه و کرده است. بنابراین طب در دنیای اسلام و مخصوصا در ایران واقعا علم محسوب میشده، هم مبتنی بر تحقیق بوده است و هم مبتنی بر تجربه. اشارات مختلف اما مجملی به این معنا در ایران و دنیای اسلام خواهم کرد. به هر حال تحقیق در باره تاریخ تحول طب بدون توجه به پیشینه آن در پیش از اسلام البته ناقصه. همونطور که اشاره کردم، طب در عصر اسلامی با آن شکوفایی بی نظیر یا لااقل کم نظیر، مبتنی بر علم، دانش، تجربه و آثاری بوده است که غالبا در جندی شاپور پدید آمد. اشاره‌ای به وضعیت جندی شاپور هرچند خلاصه در اینجا بی مناسبت نیست. درباره تأسیس جندی شاپور، یعنی زمان تأسیس جندی شاپور، اتفاق نظر وجود نداره. بعضی از محققان اون رو به دوره شاپور اول، بعضی به دوره شاپور دوم و حتی بعضی از محققان به دوره انوشیروان، خسرو انوشیروان نسبت میدن. اما این معنا محرز است که نخستین پزشکان و استادان جندی شاپور نستوری و سوریانی زبان بودن. در باب ورود نستوریان به ایران هم روایت ها مختلفه و ظاهراً چندین بار گروه هایی از نستوری ها از قلمرو امپراتوری بیزانس به ایران آمدن. بنابر بعضی از روایت ها اخراج بعضی از مسیحیان نستوری از قلمرو امپراتوری و پناهندگی اونها به ایران، یا پزشکانی که همراه دختر امپراتور بیزانس که به ازدواج شاپور در آمده بود به ایران آمدند، و بعضی از مهاجرت های دیگه سنت طبی رو در جندی شاپور شکل داد که متشکل از سنت طبی ایرانی، یونانی، مخصوصا طب بقراطی و تا اندازه‌ای طب هندی بود. در متون دینی ایران باستان اشارات متعدد و مختلف به پزشکی شده است. حالا قسمتی از اونها ممکن است که در چهارچوب علم به معنای دقیق اون نگنجه، ولی لااقل این اندازه تصریح شده است که یعنی دانشمندان و اطباء و به تعبیری ایران درست بد یا رئیس اطباء ایرانی می دانستند که طب دو شاخه عمده روان پزشکی و تن پزشکی تقسیم میشه و تن پزشکی رو تقسیم میکردن به گیاه درمانی،
کارت درمانی یعنی جراحی، داغ درمانی و انواع دیگه. در تفاسیر اوستا همونطور که عرض کردم اشارات متعدد به بعضی از داروها و شیوه های معالجه بعضی از بیماری ها وجود داره. طب هندی هم از طرق مختلف وارد ایران شد و از طریق جندی شاپور به دنیای اسلام راه پیدا کرد. یکی از برجسته ترین کسانی که در تاریخ طب از او یاد شده است کانکا یا در متون عربی منکه هندی است که ظاهرا در جندی شاپور تحصیل کرده و همونجا هم ساکن بوده. کتابای مهمی به او نسبت دادن در داروشناسی، یکی از کتاب‌ها سسرت یا دستورنامه دارویی بیمارستان هاست که به او منسوبه. غیر از اون برخی از اطبای ایرانی هم از راه دولت هم به طور شخصی ظاهراً به هند می‌رفتن و با سنت طبی اونجا و گیاهان دارویی اونجا آشنا بودن، چنانکه لااقل از برزوی طبیب اطلاع داریم که به هندوستان رفت و به تحقیق در آثار طبی اون سامان پرداخت. در همین دوران پزشکان برجسته ایرانی بودند که بعضی از آثار یونانی رو به پهلوی ترجمه کردند. سرجیوس رأس‌العینی یکی از اونهاست که بعضی از آثار بقراط و جالینوس رو برای خسرو انوشیروان از سوریانی به پهلوی ترجمه کرد. بنابراین جندی شاپور و اساساً اون فضای پزشکی که در ایران عصر ساسانی پدید آمد صرفاً متوجه درمان بیماری نبود، بلکه مرکزی تحقیقاتی و آموزشی هم در البته در چارچوب همان دوران تلقی میشد. همونطور که عرض کردم بعضی از پزشکان برجسته جندی شاپور در زمره مترجمان هم بودند. بنابر بعضی از روایت ها پزشکی جندی شاپور صرفاً پزشکی نظری نبود و آموزش های پزشکی هم صرفاً آموزش های نظری نبود. بنابر بعضی از روایات از محکومان به مرگ در ایران برای آزمایش های پزشکی و احتمالاً تشریح استفاده می شود. یعنی پزشکی نظری در کنار تحقیقات تجربی وجود داشت. قفتی از انجمنی یاد میکنه که به دستور خسرو انوشیروان و به توسط رئیس پزشکان یا ایران درست بعد هر از چندی در جندی شاپور تشکیل میشده. پزشکان گرد میآمدند و درباره بیماری ها، اعضا و بعضی از مسائل دیگر پزشکی در اونجا بحث میکردند و به نتایجی میرسیدند. خب اشاره کردم که مهمترین پزشکان جندی شاپور نستوری بودند و سوریانی زبان. به همین سبب زبان اصلی پزشکان در ایران زبان سوریانی بود، اما زبان پهلوی هم رایج بود. اشاره کردم که سرجیوس رأس‌العینی بعضی از آثار بقراط و جالینوس رو از سوریانی به زبان پهلوی ترجمه کرد. کانکای هندی هم بعضی از کتاب‌ها رو از سانسکریت به زبان پهلوی ترجمه کرد که بعداً از پهلوی به عربی ترجمه شد. بنابراین دو زبان رایج در جندی شاپور و میان پزشکان زبان‌های سوریانی و پهلوی بوده است. خاندان‌های نستوری هم که در ایران ماندگار شدند و در واقع بعد از چند نسل ایرانی شدند هم به هر دو زبان می‌نوشتند، سخن می‌گفتند و فعالیت علمی می‌کردند. درباره این مطلب که نام بسیاری از داروها
در آثار داروشناسی و پزشکی عصر اسلامی، در آثاری که به زبان عربی نوشته شده است، این نام‌ها نام‌های ایرانی است. بعداً به تفسیر بیشتر در بحث داروشناسی صحبت خواهم کرد، اما اجمالاً عرض می‌کنم که وجود واژه‌ها و اصطلاحات فارسی در پزشکی و مخصوصاً در داروشناسی در منابع عصر اسلامی به زبان عربی حکایت از رواج، عرض کنم که زبان پهلوی در عرصه پزشکی و همچنین نقش این زبان و طب ایرانی در شکل گیری طب عصر اسلامی داره. جندی شاپور برای عرب ها ناشناس نبود، لااقل در عصر پیامبر اکرم یک نفر از عرب های حجاز رو میشناسیم که ظاهرا در جندی شاپور تحصیل کرده بود و در حجاز به معالجه بیماران اشتغال داشت و با فرهنگ و زبان ایران کاملا آشنا بود. در دوره فتوحات جندی شاپور از معدود شهرهایی بود که به صلح وصل شد، بنابراین بیمارستان و شهر آسیبی ندید و عیناً به عصر اسلامی راه یافت. در دوره امویان برخی از پزشکان یا دانشجویان برجسته جندی شاپور رو میشناسیم که در قلمرو به خلافت اموی و مخصوصاً در دمشق فعال بودند و به مداوای خلفای اموی اشتغال داشتند. یکی از اونها ابن اوصال معروفه که از پزشکان جندی شاپور بود و در اوائل عصر اموی به دمشق رفت و در اونجا به طبابت پرداخت. ابوالحکم دمشقی هم از کسانی بود که در همین دوره برای تحصیل طب به جندی شاپور رفت و پس از اون به سوریه بازگشت و به طبابت پرداخت. ماسرجویه یا ماسرجوی پزشک مروان ابن حکم و عمر ابن عبدالعزیز هم از پزشکان برجسته و دانشمند جندی شاپور بود. با این حال ارتباط مستقیم و عمیق جندی شاپور با قلمرو اسلام که در واقع میشه به تعبیر اون رو آغاز انتقال سنت پزشکی جندی شاپور که خود ترکیبی بود از پزشکی ایرانی و یونانی و تا اندازه هندی به جهان اسلام، مربوط به آغاز دوره عباسی است. روایت ها در این زمینه مختلفه. آنچه که محرزه این است که در قرن دوم جندی شاپور همچنان کاملا فعال بوده، چنان که در سال 148 که منصور عباسی بیمار شد و پزشکان حاضر در عراق نتوانستند او را معالجه بکنند، رئیس بیمارستان جندی شاپور یعنی جرجیس بن بختیشو از خاندان بسیار مشهور و مهم آل بختیشو که رئیس بیمارستان بود به بغداد دعوت شد. بختیشو جرجیس نخست نپذیرفت و همین دلیل بنابر روایتی او رو توقیف کردن، اما سپس به اصرار روحانیان مسیحی که مایل بودند که چشم زخمی به اونها وارد نشه، جرجیس پذیرفت، به بغداد رفت و خلیفه رو مداوا کرد و به رغم پیشنهاد خلیفه که میخواست او در عراق بماند به جندی شاپور بازگشت، اما یکی از شاگردان برجسته خودش رو به نام عیسی بن شهلافا در آنجا گمارد و عیسی در کنار بعضی دیگه از شاگردان مهم جرجیس از پایه‌گذاران طب جندی شاپور در عراق به شمار می‌رود. جندی شاپوریان
بعد از جورجیس به تدریج وارد عراق شدند. غیر از عیسی بن شهلافا کسان دیگری از جنده شاپور آمدند و به سرعت در میان مردم محبوبیت پیدا کردند. روایت جاهز خیلی جالب است که از قول پزشکی به نام اسد بن جانی میگوید مردم به پزشکان غیر جنده شاپوری عنایتی نداشتند و برای مداوا نزد اون پزشکان نمی رفتند و این نشون می‌دهد که در یک مدت کم پزشکانی که از ایران به مرکز دستگاه خلافت می‌رفتند تا چه حد مورد توجه بودند و این خب طبیعی است که نتیجه تبحر اونها در تشخیص بیماری و مداوای اون بیماری‌ها بوده است. بعضی از اشخاص بزرگی که از جنده شاپور به عراق آمدن و مرکز دستگاه خلافت عباسی آمدن غیر از خاندان بختیشو که به اونها اشاره کردم و بعدن هم اشاره خواهم کرد، محققان و دانشمندان و اطباء برجسته‌ای مانند ماسوده که در جنده شاپور بنابر گزارشی از خود او 40 سال در داروخانه بیمارستان جنده شاپور کار میکرد و بعد آمد به مقر دستگاه خلافت و به یکی از بزرگترین چشم پزشکان قلمرو اسلام در قرن دوم تبدیل شد. پسر بسیار برجسته او یوحنا بن ماسوی و کسان دیگری مانند اسحاق ابن حنین و پسر اسحاق حنین ابن اسحاق دهشتک پزشک جنده شاپور، شاپور ابن سهل و بسیاری دیگر از جنده شاپوریان از کسانی هستند که به دستگاه خلافت پیوستند و همونطور که عرض کردم اساس طب عصر اسلامی رو با اون دستاوردهای بزرگ پیریزی کردند. در مورد انقراض جنده شاپور چیزی نمی‌دونیم، ولی اطلاع دقیقی نداریم، ولی پس از رفت و آمد مستمر جنده شاپوریان به بغداد و توجه اعتنایی که خلفا به جنده شاپوریان داشتند و غالبا اونها رو در بغداد نگه می داشتند، بیمارستان جنده شاپور، بیمارستان و مرکز علمی جنده شاپور به تدریج رواج و اهمیت خودش رو از دست داد. ظاهرا آخرین رئیس جنده شاپور که از اطباء برجسته بود و ما میشناسیم شاپور ابن سهل پسر سهل کوسج، سهل کوسج از اطباء بزرگ جنده شاپور عرض کنم که در منابع تاریخ طب و پزشکی نام او بسیار آمده است. شاپور پسر او آخرین رئیس بیمارستان جنده شاپور بود که در سال 255 درگذشت و بعد از اون ظاهرا از رئیس دیگری اطلاع نداریم و نمیدونیم که جنده شاپور دقیقا تا چه تاریخی فعال بوده است، ولی صاحب مجمل و تواریخ و القصص در قرن ششم از ویرانه های جنده شاپور یاد کرده است. یعنی در قرن ششم بقایای اون بیمارستان و مرکز علمی در جنده شاپور در جنوب ایران وجود داشته و دیده می شده. غیر از شاگردان جورجیس بن بختیشو که همراه او و بعد از او به بغداد آمدند و بعد از چندی به تألیف و تصنیف و ترجمه دست زدند، خود جورجیس هم کتاب بسیار مهمی در داروشناسی داره که زیر عنوان کناش مشهور بود و حنین ابن اسحاق این اثر رو از زبان سوریانی به عربی ترجمه کرد. کناش از مهمترین منابع رازی در کتاب مهم و بزرگ الهاویس. دو کتاب دیگه به این جورجیس منصوبه که در منابع تاریخ طب از اونها یاد شده، یکی کتابی است در بیماری قند زیر عنوان دیابتا
و یکی هم در باب اخلاط از دیدگاه پزشکی زیر عنوان کتاب الاخلاط یا الاخلاط. بختیشو پسر جورجیس هم که به بغداد رفت، رئیس پزشکان جند شاپور بود، بعد رئیس پزشکان بغداد شد، از اون هم آثار و معاصری در منابع تاریخ طب و خود آثار مستقیم طبی یاد شده است. پسر او جبرائیل هم رئیس جند شاپور بود و یحیی بن ماسوه یا یوحنا بن ماسویه رو به جای خود نشوند و بازگشت به عرض کنم که جند شاپور. این جبرائیل در عصر ترجمه نقش بسیار مهمی داشت، خودش مترجم بعضی از آثار علمی از سوریانی به عربی است و ظاهراً به پیشنهاد او بود که هارون الرشید گروهی رو فرستاد به بیزانس برای گرفتن یا خریدن و به هر حال آوردن بسیاری از کتاب‌های طبی و فلسفی و ترجمه اونها به زبان عربی که زیر عنوان نهضت ترجمه ما اون رو در تاریخ علم می‌شناسیم و اساس و بنیان شکوفایی علمی بعدی در اواخر قرن سوم و قرن چهارم و قرن پنجم هجری بود. این جبرئیل بن بختیشو هم خودش آثار مهمی داشت که در کتب طبی از اونها یاد شده، از جمله کتاب مهمی در داروشناسی بود و رساله بسیار مهمی در چشم پزشکی. خاندان بختیشو لااقل تا میانه های عصر آل بویه در بغداد کاملا فعال بودن. مثلا ابو عیسی جبرائیل دوم، نواده جبرائیل اول که عرض کردم کتابی در داروشناسی و مقالهی در چشم پزشکی داره، از پزشکان بیمارستان عزودی بود. رساله بسیار مهم او زیر عنوان عصب العین که برای عزدالدوله نوشت و کناش صغیر و مقاله درباره پرده دیافراگم که برای صاحب ابن عباد نوشت از آثار مهم اوست که در منابع پزشکی ایرانی عصر اسلامی بسیار از آنها یاد شده. یکی دیگر از شاگردان خاندان بختیشو که به بغداد رفت و در منابع از او بسیار یاد شده، عیسی بن سهار بخت یا چهار بخت است که از شاگردان جورجیست و در ردیف عیسی بن شهلافا بود. او هم کتاب مهمی در تأثیر داروهای مفرد داشته که در منابع مورد اشاره قرار گرفته. درباره ماسویه صحبت کردم و پسر او یوحنا بن ماسوی درباره دهشتک، درباره ماسویه خوزی که غیر از ماسویه جنده شاپوریست و مترجمان و در زمره مترجمان مهم محسوب میشه. خود یوحنا بن ماسوی در بیمارستان بغداد طبابت میکرد، در زمره مترجمان بود، همراه گروهی که هارون الرشید به بیزانس فرستاد به اونجا رفت و از کسانی بود که کتابهای انتخاب کرد و به بغداد آورد برای ترجمه آنها به عربی. آثار مهمی داشته، از جمله کتابی در باب انواع تبها، کتابی در باب زهرها و مداوای آنها، کتابی یا رساله‌ای در باب سردرد و علل سردرد و شناخت بیماری‌های چشم و کتاب‌های بسیار دیگه. درباره شاپور ابن سهل و سهل اهوازی هم صحبت کردم. این شاپور ابن سهل، شاپور ابن سهل جندی شاپور، جندی شاپوری داروشناس برجسته‌ای بود و کتابی بسیار مهم داره که تا مدت‌های دراز مورد استناد عموم پزشکان و داروشناسان بود. کتاب اغراب‌الدین کبیر او عرض کنم که از کتب مهم داروشناسی است. البته بسیاری از پزشکان عصر اسلامی، اعم از پزشکان نستوری ایرانی
یا پزشکان هندی کتاب داروشناس هم بودن و در آثار طبی خود فصلی رو به داروشناسی یا داروهای هر بیماری اختصاص میدادن. این سنت به دوره اسلامی هم راه پیدا کرد. در قالب کتب مهم و بزرگ پزشکی بحثی هم یا فصلی هم اختصاص داده شده است به داروها. مثلا مجلدات آخر کتاب بزرگ الهاوی به داروشناسی اختصاص داره، یا قسمت مهمی از کتاب قانون ابوعلی سینا به داروشناسی و شناخت داروهای انواع بیماری ها اختصاص داده شده است. قسمتی از این آثار امروزه هم خوشبختانه موجوده. قسمتی از کتاب شاپور پنسه یا قسمتی از کتاب کانکای هندی که در دهه‌های پیش به زبان آلمانی هم ترجمه شده، امروز هم تا اندازه‌ای یا قسمت‌هایی از اون در دسترس هست و می‌تواند مؤید گزارش‌هایی باشد که مورخان تاریخ علم نوشته‌اند از قدیم، مثل قفطی، مثل ابن ابی عثیبیه، مثل ابن جلجل و دیگران، یا یاد اونها و آثار اونها در کتب طبی آمده است. اکنون به بعضی از وجوه تاریخ پزشکی در عصر اسلامی میپردازیم. نخستین بحث رو من با آموزش و درمان آغاز میکنم. در جلسات بعد درباره بعضی از شاخه‌های پزشکی، شاخه‌های مهمتر پزشکی که کمتر لااقل به زبان فارسی درباره آنها سخن گفته شده یا چیزی نوشته شده، یعنی چشم پزشکی، دندان پزشکی، جراحی و داروشناسی خواهم پرداخت. آموزش و درمان یکی از مهمترین وجوه تاریخ طب در ایران و قلمرو اسلامی به شمار میاد. بیمارستان ها که مراکز درمان بوده اند در قرون نخستین اسلامی، همچنان که در ایران پیش از اسلام مراکز آموزشی هم به شمار می رفتند. در واقع دانشجویان همراه اطباء به طور عملی با انواع بیماری ها و شیوه های معالجه اونها آشنا می شدند. غیر از اینکه بیمارستان جنید شاپور همونطور که عرض کردم مرکز آموزشی هم بود، بیمارستان هایی هم که در قلمرو اسلام در نخستین دوره ورود طب جنید شاپوری به آن تأسیس شد، یعنی بیمارستان های بغداد، بیمارستان های قدیم ری، اصفهان، شیراز، یزد و بسیاری از جاهای دیگه تأسیس می شد، همراه با مداوای بیماران به آموزش طب هم می پرداخت. بنابراین تشکیلات بیمارستان هایی که در قلمرو اسلام و به طور خاص در قلمرو شرقی اسلام پدید آمد و از روی بیمارستان جنید شاپور الهام گرفته شد، بخش های آموزشی هم داشت. بیمارستان های بزرگ در ایران و قلمرو خلافت معمولا دو بخش داشتند: بخش بیماران سرپایی و بخش بیماران بستری. بیماران بستری هم به گروه های مختلف تقسیم می شدند، یعنی بیماری های عمومی، جراحی و شکست بندی، بیماری های چشم و غیره، که اینها هر کدوم پزشکان مخصوص و کارگران یا کارپردازان یا اجزای مخصوص داشت هر بخشی. اما آنچه که محرزه این است که در تقریبا در تمام بیمارستان ها تا اونجایی که ما میدونیم بیماران عفونی رو از بیماران غیر عفونی کاملا جدا میکردند. در مورد قسمت اداری بیمارستان ها در منابع به تفصیل صحبت شده. کسانی مانند متولی بیمارستان که در بعضی جاها رو ساور یا مهتر مارستان، مثلا در خوارزم آنچنان که سید اسماعیل جرجانی نوشته است، تیماردار گفته می شد. اما ریاست پزشکان و ریاست پزشکی در بیمارستان ها مطلقا به دست اطباء برجسته بود و ما نام بسیاری از اونها رو امروز میدونیم و با آثارشون آشنا هستیم. بیمارستان ها رو معمولا در بهترین نقطه شهرها می ساختند.
حالا اگر هم روایتی یا گزارشی که میگوید وقتی رازی میخواست وقتی میخواستند بیمارستانی در ری بسازند و از رازی کمک خواستند، رازی در نقاط مختلف ری تکه های گوشت آویخت و بعد از مدتی اونها رو مورد بررسی قرار داد و در نقطه ای که کمترین خلل و عفونت به گوشت وارد شده بود رو تشخیص داد که بیمارستان باید در این نقطه ساخته بشه. حالا حتی اگر این روایت هم افسانه آمیز باشه، حداقل این معنا رو به ذهن متبادر میکنه که از قدیم الایام بیمارستان ها رو در پاکیزه ترین نقطه شهرها میساختند. در این زمینه اطلاعات بیشتری هم البته وجود داره. غالب بیمارستان هایی که در قلمرو به جهان اسلام یا در به خصوص در ایران ساخته میشد از همین خصائص برخوردار بود. نکته دیگه این که بیمارستان ها داروخانه مخصوص هم داشتن که داروها رو در اونجا تهیه و ترکیب میکردن و بر حسب نسخه هایی که پزشکان مینوشتن بیماران در حقیقت داروهاشون رو در همونجا دریافت میکردن و با خود بیرون میبردند. یکی از خصائص مهم بیمارستان ها در قلمرو اسلام که مخصوصا از قرن 7 و 8 رایج شد ولی خب چندان نپایید، اقامت پزشکان در کنار بیمارستان بود. برای اینکه پزشکان برای اینکه بیماران سریعتر به پزشکان دسترسی پیدا بکنند و اوقات پزشک بیشتر مصروف درمان بیماران و تحقیقات و تعلیف و تصنیف بشه، غالبا مسکن پزشکان رو در کنار بیمارستان ها قرار میدادند. به خصوص این معنا از وقفنامه خواجه رشیدالدین فضل الله در ربع رشیدی که تصریح کرده است که پزشکان باید در کنار بیمارستان ساکن باشند به خوبی مستفاد میشه. بیمارستان های مهم و معتبر به دانشجویان خودشون بعد از فارغ التحصیلی و توفیق در امتحانات گواهی نامه می دادند. روایت های متعددی در منابع تاریخی و آثار طبی درباره ممانعت از معالجه بیماران توسط اطبای دورگرد یا کسانی که دارای گواهی نامه نبودند وجود داره. یکی از وظایف محتسب این بوده است که اجازه یا گواهی نامه داروسازان، داروفروشان و اطبایی رو که در نقاط مختلف به طبابت می پرداختند رو مورد بازرسی قرار بده. یعنی اگر کسی بود که دارو تجویز میکرد یا بیمار رو معاینه میکرد یا دست به جراحی میزد یا اساساً کار طبی میکرد و مجوز یا گواهی نامه معتبر نداشت، از ادامه فعالیت او جلوگیری میکردن. حتی کتابهایی رو که باید پزشکان میخواندند و امتحان میدادند و بیمارستانها و اطبای برجسته یا نهادهای دولتی بر اساس اون امتحانات گواهی نامه صادر میکردند، در منابع تاریخی و طبی از اونها یاد شده است. مثلا از جمله کتاب 10 مقاله اسحاق ابن حنین در چشم پزشکی بود. یعنی کسانی که میخواستند گواهی نامه در واقع مجوز مداوای بیماران چشمی رو تحصیل بکنن باید این نوع کتاب ها رو میخوندن و امتحان میدادن و محتسب موظف بود که گواهی نامه پزشکان و داروسازان رو کنترل بکنه. بسیاری از بیمارستان ها در دنیای اسلام در کنار مدارس ساخته میشد یا بعضی از مدارس بزرگ بیمارستان های اختصاصی داشت، کما اینکه ما میدونیم مثلا بیمارستان بسیار مهم عزودی در کنار یک مجموعه ای از مدارس بود که در زمینه های ریاضیات و نجوم و فلسفه و غیره به کار آموزش و تحقیق و تصنیف مشغول بودند. یا در ربع رشیدی بیمارستان در کنار مدارس متعدد وجود داشت. در بغداد هم
همینطور بعضی از بیمارستان‌های مهم در کنار مدارس مهم واقع بود. یکی از پدیده‌های خیلی مهم در تاریخ بیمارستان‌ها در ایران و قلمرو شرقی خلافت لااقل وجود بیمارستان‌های متحرک، سیار یا به تعبیر منابع تاریخی بیمارستان‌های محمول بود که لااقل از دوره سلجوقیان درباره اون اطلاعاتی در دست هست. این بیمارستان ها که بر عرابه ها و چارپایان هم می شد، مشتمل بر پزشکان متعدد، خدمتگزاران و پرستاران، آلات و ادوات پزشکی، انواع داروها و هرچه که در یک بیمارستان مورد نیاز بود، حتی لباس های مخصوص برای بیماران بنابر بعضی از گزارش ها همراه این بیمارستان محمول یا سیار هم میشد و گاهی مأموریت میافتند، به نقاط دوردست میرفتند. مخصوصا در بیماری های همگیر فعالیتشون بسیار زیاد میشد، در جنگ ها حضور داشتند، یعنی در جبهه های جنگ مشغول مداوای مجروحان و بیماران میشدند. و به هر حال بیمارستان سیار یکی از پدیده های خیلی مهم در تاریخ پزشکی و بیمارستان‌های عصر اسلامی به شمار میره. درباره شاخه‌های دیگه تاریخ طب که اتفاقاً دستاوردهای مهم تاریخ پزشکی ایران و عصر اسلامی در این قسمت هاست و بعضی از اونها واقعاً جذاب میتونه باشه برای جویندگان و طالبان این گونه مباحث، در جلسات بعد سخن خواهیم.